دانشمندی که میخواد دستگاه تلپورت بسازه و نمیدونه چه عواقبی در انتظارشه. گلاسیا سلام. امروز میخوام یکی از فیلم‌های کلاسیک ترسناک و حال به هم زن رو ببینیم. فیلم مگس محصول سال 1986. شاید یه سری دیده باشیدش بخاطر اینکه خیلی فیلم معروفیه و خب میگم یکی از همون اولینایی هستش که واقعا سبک حال به هم زن رو توی ترسناک ترکیب کرد. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپور کامرا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به مراسمی میریم که کلی دانشمند دور هم دیگه جمع شدن و یه دانشمند بزرگ به اسم سس با یه خبرنگار به اسم رانی صحبت میکنه. مشخصه که سس رانی خوشش اومده و بهش میگه من دارم روی تحقیق خیلی بزرگ کار میکنم، اما رانی فکر میکنه فقط داره دروغ میگه تا مخشو بزنه و ازش فاصله میگیره. اما سس بیشتر توضیح میده و بهش میگه چیزی که من دارم روش کار میکنم کل دنیا رو میتونه تغییر بده. در آخر راضیش میکنه تا با هم دیگه به آزمایشگاه سس برن. وقتی میرسن رانی یکم مردد میشه چون خونه جلوش خیلی داغونه و محله بدی هم هستن، اما به هر حال میلن داخل. نگاه رانی به سه تا مخزن بزرگ میفته و پیانو هم وسطی که سس میشینه پشت شروع به نواختن میکنه. رانی هم میگه اگه منو علکی کشوندی اینجا و چیز قرارسشون هم بدی برم. سس هم با خنده و شوخی میگه که نه دیگه، الان تحقیقمو دیدی، حق نداری اینجا خارج. دو تا هم مخزن مشخصن و یکیشون روش پارچه کشیده شده که سس میگه این یکی هنوز کامل نشده و فعلا نسخه آزمایشیشه. بعد میره سراغ کامپیوتری که هر سه تای مخزن بهش وصلن. سس به کامپیوتر میگه روشن شو و این اتفاق میفته و میگه که فقط سیستم امنیتیش با صدای من فعال میشه. بعد از رانی میخواد یکی از لوازم شخصیشو بهش بده و اونم یکی از جوراباشو در میاره. سس اون جوراب تو یکی از مخزن‌ها قرار میده و به دستگاه دستور میده که فعال شه. چراغی روشن میشه و از توی دستگاه یه لفه جریان برق فعال میشه و لحظاتی بعد کلا جوراب ناپدید شده. رانی هم میگه خب این که کار خاصی نیستش، فقط یه چیزی رو از بین بردی. اما سس میره طرف اون یکی مخزن درشو باز میکنه و حالا میبینن که جوراب اونجا افتاده. حالا بر رانی توضیح میده که داره دستگاه تلپورت میسازه و مشخص که اونم واقعا کنجکاو شده و خیلی خوشش اومده. بعدم یواشکی ضبط صوت خودش رو روشن میکنه و شروع به صحبت با سس میکنه. سس توضیح میده که این ایده رو تونسته چند تا دانشمند خیلی بزرگ برداره و ترکیبشون کنه و بتونه همین چیزی رو خلق کنه. یه سازمان هم داره بهش بودجه این کار رو میده به شرطی که توی خفا این کار رو انجام بده. یه دفعه ضبط صوت رانی زنگ میخوره و مشخص میشه نوارش پر شده و ابخاد عوضش بکنه که سس میفهمه راش صداشو ضبط میکرده. به رانی میگه نباید در مورد این چیزی بنویسی یا به کسی بگی چون تحقیقم هنوز نصف کار است. اما رانی میگه من یه گزارشگرم، کارم اینه و نمیتونی جلومو بگیری. و حالا میفهمیم که سس اصلا نمیدونسته کار این زن چیه و فقط ازش خوشش اومده بوده. به هر حال رانی قبول نمیکنه که نوار رو از بین ببره و با خدافظی از اونجا خارج میشه. روز بعدی هم میره به محل کارش و اونو برای رئیسش پخش میکنه. اسم رئیسش استاتیس و وقتی این نوار رو گوش میده فکر میکنه که این دانشمند دیوونه است و هیچ چیزی رو باور نمیکنه. هرچی هم رانی توضیح میده به چشم دیدن باز قبول نمیکنتش. یه دفعه سس سر میرسه و میفهمیم رانی بهش زنگ زده بوده تا به اینجا بیاد. وقتی هم که میاد داخل استاتیس از اتاق خارج میشه و رانی بهش توضیح میده که استاتیس باورم نکرده. حالا سس نفس راحت میکشه و رانی میگه باید برم چند تا شرکت دیگه، شاید اونا حاضر باشن این پروژه رو ازم بخرن. اما سس میگه بیا بریم یه رستوران با هم صحبت بکنیم، یه سری چیزا باید بهت بگم. وقتی میرسن سس توضیح میده تقریبا هنوز یه مشکلی داره، هنوز نتونستم که هیچ موجود زنده ای رو تلپورت بکنم و برای همینم نباید این خبر پخش بشه. برای همینم خیلی برام حس خوبی داره که بالاخره در موردش با یکی صحبت کردم. به رانی پیشنهاد میده که تو بیا کنار من و توی تمام مراحل این تحقیق باش و هر چی دلت میخواد رو بنویس. وقتی تمام شد اگه موفق باشه میتونی یه کتاب چاپ کنی و خیلی هم معروف میشی و پول در میاری، ولی تا اون موقع به کسی حرفی نزن. رانی هم خیلی از این پیشنهاد خوشش میاد و قبول میکنه. بعد رستوران رانی میره خونهشون که سر دوش همون میاد و وقتی میره اونجا استاتیس یعنی رئیسش رو میبینیم. میفهمیم اینا قبلا با هم دیگه تو رابطه بودن و استاتیس میگه که داشتم میرفتم جای خونه نزدیک بود و فقط منم یه دوش بگیرم. رانی هم یه کاش کلیدا رو زودتر عوض میکردم و خلاصه یه بحث کوچیکی با هم میکنن. بعد تمام شدنش استاتیس از رانی سوال میکنه که جریانت با سس و اون چیزی که ضبط کرده بودی به کجا رسید. انگاری استاتیس هم مشتاق بود و یه تحقیقی کرده و حالا فهمیده که سس عضو یکی از بزرگترین گروههای دانشمندی و خیلی هم مغز خفنی داره. رانی هم به خاطر قولی که به سس داره و برای پیشوندن استاتیس میگه هیچی، منم فهمیدم الکی و دیگه پیگیر نشدم. اما استاتیس میگه تو آدمی نیست که یه داستان اینطوری راحت ولش بکنی و حالا مطمئن میشه که یه قضیه هست و داره ازش پنهون میشه. میریم به چند روز بعد. رانی با دوربینش تو آزمایشگاه سس و اونم قراره که برای اولین بار یه میمون رو توی دستگاه تلپورت آزمایش بکنن. وقتی دستگاه فعال میشه با نگرانی میرن جلوی مخزن دوم و میبینن که میمون اونجاست ولی جونش رو از دست داده و به شکل ترسناکی درون و بیرون بدنش با هم جابجا شده، تمام گوشت و اعضاش ریخته بیرون. رانی دوربین سمت سس میگیره و ازش میپرسه نظرتو در مورد این اتفاق بگو و سس میگه که فکر میکنم مقصر همه چی منم و حالم اصلا خوب نیست. کامپیوتر کاریو انجام میده که من کدشو مینویسم و من باعث این اتفاق شدم و همش داره عذاب وجدان وارد میشه. شب شده و میخوان
استراحت بکنن که رانی از سس میپرسه تو چرا همیشه یه دست لباس میپوشی؟ سس هم که در کمدم باز کنه رانی چند دست لباس شبیه هم دیگه میبینه. سس توضیح میده که اینطوری دیگه لازم نیست هر روز فکر کنم که امروز چی بپوشم، فقط یه دست لباس سالم برمیدارم و همونو تنم میکنم. بعد این صحبت هم همون میبوسن و با هم رابطه برقرار میکنن. بعد تمام شدن رابطه سس میخواد بچرخه یه رفعه یه دستگاهی رو تخت و به کمرش فرو میره و زخمش میکنه. وقتی که رانی برش میداره یه رفعه فکری به سر سس میزنه و سری میره توی آشپزخونه. استیکی برمیداره و نصف میکنتش و یکی از تیکا رو توی دستگاه میذاره و با تلپورت جابجا میکنتش. حالا این استیک جابجا شده با اون نصفه ای که سالم مونده رو میپزه و میذاره جلوی رانی و میگه بخور. رانی وقتی اون استیک جابجا شده رو میخوره همون اول حالش بد میشه و میگه مزه گندی میده. حالا سس میفهمه دستگاهش نه تنها اجسامو جابجا میکنه بلکه دی ان ای و ژن اونا رو هم تغییر میده. برای همین موجودای زنده جونشون رو از دست میدن و باید روی این قسمت کار کنه. رانی خدافظی میکنه بره سر کار و وقتی میاد بیرون میبینیم که استاتیس اونو داره دید میزنه و فهمیده که داره میاد اینجا و ازش پنهون کرده. برای همینم رانی رو تعقیب میکنه و دنبالش وارد فروشگاهی میشه و بهش میگه همه چی رو فهمیدم. رانی هم به استاتیس میگه برای مهم نیست چی فهمیدی، من نمیخوام تو این قضیه دخالت کنی و ازش خدافظی میکنه. عطر شده رانی برمیگرده و یه بار دیگه با سس میمونی رو توی دستگاه تلپورت میذارن و حالا با دستکاری هایی که انجام داده باز فعالش میکنه. لحظاتی بعد در مخزن دوم باز میشه و میمون خیلی سعی و سالم میپره بیرون. هر دو خیلی خوشحال شدن و یه لیوان مشروب برای خودشون میریزن و سس میگه که هنوز باید آزمایش کنن تا مطمئن شم که دی ان ای و ژن این میمون دستکاری نشده، ولی به نظرم همه چیز درست پیش رفته. رانی هم از سس دعوت میکنه که تعطیلات کریسمس رو با هم بگذرونن و سس میگه که پس واقعا داریم با همدیگه وارد رابطه جدی میشیم و همدیگه رو میبوسن. تلفن زنگ میخوره و سس داره صحبت میکنه که رانی متوجه نامه میشه که از طرف استاتیس به نام خودش برای اینجا ارسال شده. از سس میپرسه این چیه و اونم جواب میده که نمیدونم، یکی انداخته بود جلو در، گذاشتم که وقتی اومدی تحویلت بدم. رانی با نگرانی بازش میکنه و چیزی که میبینه شوکه میشه. استاتیس همه چیزایی که رانی با نوار براش پخش کرده بود و نوشته و حالا داره به عنوان یه گزارش زودتر از موعود پخش میکنه. رانی هم خیلی عصبانی میشه و بعد خدافظی با سس میگه یه کار شخصی دارم و از اونجا میاد بیرون. خیلی سریع خودش رو به محل کار استاتیس میرسه و میره روبروش میشینه. بهش میگه این چه کاری کردی و استاتیس هم میگه من بودم که تو رو به اون همایش اول فرستادم. برای همینم هر چیزی که میخوای به دست بیاری و بعد با هم دیگه تقسیم بکنیم. رانی هم میگه که من اصلا قصدی نداشتم تو رو بپیچونم، فقط برنامه‌ام عوض شد و دیگه قراره یه کتاب در مورد این اتفاق بنویسم، نمیخوام گزارشگر ساده ای باشم. در آخرم قرار میشه که با هم دیگه همکاری انجام بدم و استاتیس میگه فقط از این به بعد هر چیزی فهمیدی و هر پیشرفتی کردید به منم باید یه خبری بدید. در قبالش منم این گزارش رو زودتر از تو دیگه چاپ نمیکنم. برمیگردیم پیش سس. عصبانی و به میمونه میگه که رانی قرار بود پیش من به اونو الان با هم دیگه جشن بگیریم، ولی ولم کرده رفته پیش دوست پسر سابقش، یعنی استاتیس، خیلی عصبانیم کرده. بعدم میگه ولی فکر کنم آزمایشم درست شده چون الان تو هیچ مشکلی نداری، میخوام خودم حالا امتحان بکنم. خودش دستگاه رو تنظیم میکنه و میره توی دستگاه میشینه. خیلی نگران و وقتی داره آزمایش فعال میشه میبینیم یه مگس هم اتفاقی وارد همین مخزن شده و کنار سسه. دستگاه تلپورت فعال میشه و لحظاتی بعد میبینیم که از مخزن دوم بیرون میاد صحیح و سالم و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. شب شده و رانی بالاخره به خونه برمیگرده و میبینه که سس خوابیده و اونو میبوسه تا بیدارش کنه. بعدم بابت رفتنش معذرت میخواد و سس اعتراف کنه که خودش با دستگاه جابجا کرده و الان حالش خیلی خوبه. رانی هم اولی ذوق میکنه و بعد ناراحت میشه که چرا اون لحظه نبوده تا همه چیزو فیلم بگیره و گزارش بنویسه. اما سس بهش میگه که نگران نباش، من خودم فیلم گرفتم و ویدیوشو بهت میدم. دوباره همو میبوسن و همین لحظه متوجه میشیم که از زخم روی کمر سس یه سری موی عجیب بیرون زده. موقع خوابشون دوباره مگسه داره دور و برشون میچرخه که سس عصبانی میشه و با یه حرکت خیلی راحت میگیرتش. روز بعدی رانی بیدار میشه و میبینه که سس وسط خونه وایساده و به گوشه ای زل زده. یه رفعه انگار قدرت بدنش 10 برابر شده و شروع به ورزش میکنه و خیلی راحت خودشو از همه جا بالا میکشه. رانی هم متعجب شده و هم خیلی خوشش اومده و میره طرف این مرد و اونو در آغوش میگیره. ساعتی بعد میبینه که با هم دیگه به جای رفتن تا یکم قهوه بخورن. سس خیلی انرژی داره و با ذوق تعریف میکنه که حس میکنم وقتی از دستگاه تلپورت استفاده کردم اتم هم انگار جون تازه گرفتن، حالم خیلی بهتر و انرژی زیادی هم دارم. تو لیوانش هم یه عالمه شکر میریزه و بی خیال اینکه ممکنه ضرر داشته باشه میخورتش. ساعت دیگه گذشته و توی خونه و دارن با هم رابطه برقرار میکنن که میبینیم رانی میگه بس دیگه، خسته شدم و مشخص میشه چند ساعت دارن این کارو انجام میدن، اما سس همچنان انرژی داره. یه رفعه هم متوجه موهای عجیبی که رو زخم این مرد در اومده میشه و سعی میکنه با قیچی اونا رو ببره، ولی انقدر قوی و محکمه که همشکاریو نمیتونه انجام بده. سس همچنان قضیه رو جدی نگرفته و یه رفعه میگه یه پیشنهادی دارم، تو هم بیا دستگاه تلپورت استفاده کن که انرژی تندازه من شه و بتونی با هم بیشتر رابطه داشته باشی. خب مشخصه رانی از اتفاقایی که برای این مرد افتاده ترسیده و حاضر نیست خودش هم همچین کاریو انجام بده. سس هم خیلی عصبانی میشه و میگه اصلا برام مهم نیست، میرم بیرون یکیو پیدا میکنم که حاضر باشه این کارو انجام بده و با اون میرم توی رابطه. بعدم از خونه خارج میشه. خودشو به باری میرسونه و اونجا زنی به اسم تانیو میبینه و با هم آشنا میشن. تانی داره مچ انداختن دو تا مردو نگاه میکنه و سس
اساس میره سمت اونا، بهشون میگه که من حاضرم با تو مسابقه بدم، ولی اگه بردم تانی باید با من بیاد خونم. به خیال اونا سسی آدم لاغر و کمزور رو قبول میکنن، ولی خب توی مسابقه با بیرحمی یه رفعه مچ حریفشون میشینه و در آخرم تانی رو بر میداره و با هم دیگه به خونش میره. منتها پله های اینجا بالا و تانی که خیلی مسته حال نداره اینجا بره بالا، سس با بیخیالی بغلش میکنه و انگار یه پر دستش گرفته و خیلی راحت میره به آزمایشگاهش. یه بار دیگه خودش از دستگاه تلپورت استفاده میکنه و به تانی نشون میده که چطوریه و بعد با هم رابطه برقرار میکنن. برای تمام شدنش به تانی میگه حالا نوبت توه، تو هم باید بری توی دستگاه تلپورت. البته که اونم حاضر نیست این کارو انجام بده چون میترسه اتفاق بدی بیفته. سس عصبانی و میخواد به زور تانی رو وارد مخزن بکنه که رانی سر میرسه و با دیدن اون تانی موفق میشه از خونه خارج شه. سس با بیخیالی میگه چرا انقدر حسودی میکنی، اینجا چیکار میکنی، مگه خدافظی نکردی باهام؟ و رانی هم میگه من نگرانم، تو خیلی عوض شدی، حالا میفهمی اون موقعی که موهای کمرشو میشیده تونسته یکیشو برداره و داده اونو آزمایش بکنن. به سس خبر میده که اون مو نبودش، اون پرزه یه سری حشره مثل مگسه و خیلی عجیبه که رو کمر تو در اومده. تو کمک میخوای، باید بریم بیمارستان. اما سس عصبانی میشه و میگه من حالم خوبه و چند تا مشتم به دیوار میزنه، بعدم رانیو به زور از خونه میندازه بیرون. سس که حالا خودش هم نگران شده میره جلوی آینه و متوجه میشه صورتش خیلی تغییر کرده، چند تا پرز رو صورتش رو میخواد با ریشتراش بزنتشون، اما انقدر درد داره که نمیتونه این کارو انجام بده. بعد یکی از ناخوناش میخاره و میاره جلوی دهنش که گرفته پوست و ناخونش درجا با هم کنده میشن. حالا به جای خونم یه مایه سفید رنگ از ناخونش بیرون میزنه. دیگه مطمئن شده یه مشکل پیش اومده و میره سراغ کامپیوترش تا گزارش تلپورت خودش رو بررسی بکنه و میفهمه که چه اتفاقی افتاده. دستگاه علاوه بر خودش یه موجود زنده دیگه، یعنی اون مگس رو هم شناسایی کرده و نتونسته تشخیص بده که اینا باید جدا جابجا بشن. برای همینم هم دی ان ای این دو تا با هم دیگه ترکیب شده و حالا داخل بدن این مرد ژن و دی ان ای مگس هم وجود داره. میریم به یک ماه بعد. رانی سر کارش که تلفنی زنگ میخوره و بالاخره صدای سس رو بعد یک ماه میشنوه. سس میگه جرئت نداشتم باهات تماس بگیرم، ولی حالم واقعا خوب نیست و باید بیای کمکم. رانی هم خیلی سریع خودش رو به آزمایشگاه میرسونه. همه چیز اینجا به هم ریخته و وقتی سس رو میبینه شوکه میشه. ظاهرش شبیه پیرمرد شده، عصای به دست داره و تمام اعضای بدنش انگار خم شدن و از بین رفتن. سس برای رانی جریان اون مگس رو تعریف میکنه و این دخترم از نگرانی میزنه زیر گریه. بعد سس میگه هیچ کس نمیتونه جلوی این جهش ژنتیکی رو بگیره و دیر یا زود تمام ژنهای من تبدیل به همون چیزی که تو مگس بوده میشن. رانی میگه باید بریم بیمارستان اگه کسی کمک بگیریم، اما سس میگه که اگه برم فقط بخوام من یه سوژه آزمایشی بکنن و دوست ندارم همچین اتفاقی برام بیفته. یه دفعه هم صورتش میخاره و وقتی میخواد بخارونتش میبینیم یه دفعه گوشش کنده میشه که باعث میشه هر دوشون بترسن. رانی با نگرانی اونو در آغوش میگیره و سس التماس میکنه که کمکش کنه تا یه جوری حالش خوب بشه. روز بعدی رانی میره سر کار و با استاتیس صحبت میکنه و تمام جریانی که فهمیده رو براش تعریف میکنه. البته استاتیس میگه باید اون مرد فاصله بگیری، شاید بیماریش مصری باشه و یه موقع اتفاقی برات بیفته. اما رانی میخواد هر جوری هست کمکش کنه و استاتیس میگه که باشه، فقط یه فیلم ازش بگیر و بهش بگو تمام جریانو تعریف کنه، شاید اینطوری بتونیم از کسی کمک بگیریم. همینم هم میشه که رانی دوربینی برمی‌داره به خونه سس میره و اول همه که خیلی میترسه چون سس شبیه مگس داره روی سقف خونه حرکت میکنه. وقتی سس میاد پایین رانی میگه ببخشید ولی نمیتونم واقعا کمکت کنم، این چیزی که دیدم خیلی برام ترسناک بود و نمیتونم دیگه تجربهش کنم. سس هم التماس میکنه که فقط ازش یه فیلم بگیره تا همه چی رو توضیح بده چون فهمیده که این دهش ژنتیکی چجوری داره اتفاق میفته و شاید بتونه کسی کمکش کنه. جلوی دوربین توضیح میده که من همه چیم شبیه مگس شده، حتی وقتی میخوام غذا بخورم باید اول یه مایه از دهنم بریزم که حل بشه و بعد اونو بتونم ببلعمش. این ژنهای من میخوان منو تبدیل به این مگس بکنن، پس باید یه جوری بشه اینو برعکسش کرد تا بخوام منو تبدیل به یه آدم بکنن و دوباره به حالت عادی برگردم. خیلی سریع هم رانی فیلمو میاره و برای استاتیس پخشش میکنه که اونم با کنجکاوی همش رو میبینه. این وسط یه دفعه میبینه رانی زره زیر گریه و میره توی حموم. میره کنارش میشینه و میگه چی شده و رانی با همون حال داغون میگه که من باردارم، اونم از سس. سکانس بعد میبینیم که زمان زایمان این دختر رسیده و توی بیمارستانه، ولی به جای بچه یه موجود عجیب ازش بیرون میاد. یه دفعه فریادی میزنه و میفهمیم یه کابوس بوده. میریم پیش سس. کد نویسی دستگاهشو داره تغییر میده و فکری به سرش زده. فهمیده که اگه همراه یه آدم سالم هم وارد دستگاه بشه ممکنه ژناشون دوباره ترکیب شن و دوباره یه آدم عادی بشه. البته ممکنه برعکس هم پیش بره، یعنی نه تنها خودش خوب نشه بلکه اون آدمم شبیه خودش تبدیل به مگس شه. به هر حال مشکل اصلی اینه که الان نمیتونه دستگاه رو راه اندازی کنه چون با صدای خودش فعال میشد و حالا حتی صدای خودش هم عوض شده. این وسط یکی از دندوناش هم میفته و برش میداره و میره توی حموم و میبینه که یه قسمت رو کلا به اعضای بدنی که از دست داده اختصاص داده، از جمله گوش، دماغ، خیلی چیزهای دیگه. ساعتی بعد میبینیم که رانی به همینجا میاد و به سس میگه که باید میریدمه چون میخوام یه کاری انجام بدم و قبلش میخواستم قشنگ نگاهت بکنم. قیافه سس قبلا وحشتناکتر شده و به رانی میگه که ولی نباید بیای اینجا چون من حس میکنم ذهنم داره شبیه یه مگس میشه و ممکنه یه روز بهت آسیب بزنه. رانی هم که ترسیده میدوه بیرون و استاتیس بیرون منتظرشه و سوار ماشین میشن. بهش
میگه سعی کردم به سس جریان بارداریمو بگم اما نتونستم. اون نباید بفهمه من میخوام هر جوری هست این بچه از بین بره، چون نمیتونم یه همچین موجودی رو به دنیا بیارم. این در حالی که میبینیم سس از پشت بوم یواشکی صدای این دو نفر رو میشنوه و جریان رو متوجه میشه. رانیو استاتیس پیش دکتری میرن که آشناشون هم هست و جریان رو براش میگن و میگن که میخوام بچه بیفته. هرچی دکتر میگه بذار چند تا آزمایش انجام بدیم اصلا مطمئنش مشکلی داره یا نه، رانی میگه که برام مهم نیستش، من نمیخوام اینو نگهش دارم. حالا میره تو اتاق یا منتظر دکتر که یه دفعه شیشه میشکنه و میبینیم که سس با همون حال داغونش پریده داخل و به زور این دختر رو برمیداره و با هم دیگه از اینجا خارج میشن. مثل مگسی از دیوارا بالا میره و پشت بوم وامیسته و به رانی میگه که من نمیخوام این بچه رو از دستش بدیم، این تنها قسمت باقی مونده از منه که شبیه یه آدمه و دوست ندارم که اونم نابود بشه. رانی میگه میترسم و نمیتونم این کارو انجام بدم، اما سس میگه که اون اتفاق وقتی افتاده که من هنوز آدم بودم، پس مطمئن باش هیچ مشکلی نداره. این وسط استاتیس هم که نگران گم شدن رانیه خودشو به آزمایشگاه سس میرسونه و یواشکی میره داخل. اسلحه ای هم همراهش و اول از همه میره سراغ کامپیوتر سس رو روشنش میکنه که از چیزی که میبینه شوکه میشه. کد جدیدی که نوشته دیگه برای تلپورت نیست، بلکه برای اتصال و ترکیب از ژن 3 تا موجود مختلف با هم دیگه است. موجوداتی که هر کدومشون باید توی یکی از این مخزنها برن. همین لحظه سس سر میرسه و به استاتیس حمله میکنه. از دهنش مایه رو دست این مرد میریزه که درج اونو ذوب میکنتش. حالا استاتیس داغون رو سعی میکنه با پاش اسلحه رو به طرف اون یکی دستش بیاره که سس روی پاشم بالا میاره و دوباره اونم ذوب میشه. میفهمیم سس رانیو هم با خودش آورده و در حالی که استاتیس داره حال میره به رانی میگه که حواست باشه این میخواد ژنتون رو ترکیب کنه. رانی که ترسیده میگه یعنی چی و سس توضیح میده که من 3 تا دستگاه رو آماده کردم تا تو و بچه‌مون بری تو یکیش، من تو یکی دیگه‌اش و از مخزن سوم بیرون بیایم. اینطوری 3 تایی میتونیم با هم دیگه ترکیب بشیم و یه خانواده باشیم که همیشه کنار هم دیگه‌ن. حالا دستگاه فعال میشه و 2 دقیقه مونده. رانی ترسیده و سعی میکنه جلوی سس رو بگیره و همینطور که دست روی صورتش میکشه یه لفه فک این مردم جدا میشه. حالا صورتش کاملا شبیه یه مگس شده. با بی‌رحمی رانی تو یکی از مخزن‌ها پرت میکنه و خودش میده تو اون یکی و درو میبنده که همین لحظه استاتیس موفق میشه بالاخره اسلحه رو به دست بیاره و خیلی سریع به کابل برق مخزنی که رانی داخلشه شلیک میکنه و اونو از کار میندازه. سس میخواد فرار کنه و انقدر لگد میزنه که در دستگاهش میشکنه اما حالا فعال شده و دیگه نمیتونه فرار کنه. از اون طرف استاتیس هم موفق میشه در اتاق رانیو باز کنه و میارتش بیرون. هر دو مخزن سوم نگاه میکنن که باز میشه و سس میاد بیرون متأ به شکل وحشتناکی حالا روی کمرش سری آهن هم قرار گرفته. وقتی در اون مخزن شکسته دستگاهش فکر موجود دوم این در است و مولکول های در رو با خود سس ترکیب کرده و اینطوری شده. رانی سری اسلحه استاتیس رو میگیره و میره طرفش، داره اشک میریزه و نمیدونه چیکار کنه. خود سس لوله تفنگ رو سرش میذاره و بهش میگه شلیک کن. رانی هم میدونه تنها کاری که میتونه برای سس انجام بده همینه و بهش عمل میکنه. حالا رو زمین میشینه و اشک میریزه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. موجودی که در آخر از سس ساخته میشه میتونم به جرات بگم یکی از حال به همزن ترین های هالیووده، چون واقعا ترکیب بدن یه انسان و مگس رو خیلی قشنگ به نمایش آوردن. اینکه قشنگ حالت پاهای طرفو میبینی، حتی در آخر فکش میفته و صورتش شبیه مگس میشه، خیلی میگم اصلا اذیت کننده است. و نکته جالب اینه که ما داریم فیلم محصول 1986 رو میبینیم، یعنی اون موقع هم جلوه ویژه رو تونستن در بیارن. فیلم فلای نسخه دومم داره ولی نمره هاش پایینه و به نظر منم باید با همین یک تمومش میکردن، نیاز نداشت الکی بخوان خرابش کنن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یه بار دیگه هم میگم لطفا فیلم های پیشنهادیتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید، چون من نمیتونم تو همه کامنت ها بگردم ببینم که کی چه فیلمی رو گفته، ولی هشتگ رو دنبال میکنم و قطعا تمام پیشنهاداتون رو دارم قرار میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.